از ترکیب قوی و برنده شبهای مافیا زودیاک تا بررسی و آنالیز قسمت دوم فصل دوم زودیاک، از سانسور و ماجرای زنگوله سعید فتی روشن تا شوخی جنسی فرزاد حسنی و مشتبه شفیعی، از تو در دیوار ترین پلیر قسمت دوم تا انتخاب بهترین پلیر این قسمت، آیا سرکله امیرعلی نبویانی دیگر در مافیا پیدا شده یا چی؟ همه و همه در این قسمت از کانال 13. یارون یاوران همیشگی کانال 13 و احوالتون چطوره؟ میدونم که بعد از برنامه ایران اینترنشنال حسابی رویه گرفتین و حالتون خوبه و میدونید که دیگه تنها نیستین و از همینجا رتبه 77 جهان رو به ایران و ایرانی تبریک میگم. پس اگه از کوتاهی یعنی دیگه اگه رنج میبینید دیگه رنج نبرید، خلاصه بدونید که تو شرایط نرمال قرار دارید و اگه نگرفتی که چی میگم که سخت نگیر، ولی اگه گرفتی نهایتا یه ایموجی موز بذار که ببینم چند چندی. بگذاریم رفقا، امیدوارم که قسمت دوم زودیاک دیده باشین که میخوایم یه نقد و بررسی با شیوه خودمون بکنیم. بالاخره شبهای مافیا زودیاک یه تعداد پلیر رو کنار هم چید که مجموعاً تیم قوی بود و این باگ پلیرای ضعیفش هم برطرف کرد. انصافا پلیرای خوبی تو این قسمت بودن، بجز یکی دو نفر که میدونید حالا راجبشون صحبت میکنیم. بازی خوب و بافکتی دیدیم بالاخره. البته یه رو 20 دقیقه اول خاله بازی بود و از عروسی و واسونک و کل کشیدن بگیر تا شعبده بازی و شخمی بازی و این حرفا. نمیدونم چقدر موافق این دلقک بازی ها هستین یا نه، اما کلا مخاطب اومده که مافیا ببینه، وگرنه میرفت یه چی دیگه میدید کلا. یعنی کارگردان زودیاک ترکیبی کار قشنگ مافیا و جوکر و همه چی رو با هم قاطی پاتی کرد. بعد آقای کارگردان، اونطوری که به پلیرا گفتی خیلی اکشن و سینمایی ماسکشون رو بردارن که به چخ میرن. حتما میگی کونمونه. کونمونه چی؟ کونمونه. نمونش همون خانم مریم مومن که خواست ماسکو خیلی اکشن برداره، خورد به لبه کلاش و خودشم فهمید، یا حتی امیرحسین هاشمی. یا یعنی اینکه پلیرها حتما باید با تفنگ شات کنن، یا اصلا زودیاک بدبخت که تو شب زوج هم باید شات کنه هم میتونه یادداشت بنویسه. چجوری ماسکو بذاره رو زمین که بغلیش نشنوه و اینا، خودش یه هنره. بگذاریم، خلاصه که این قرتی بازی ها و اکشن بازی ها رو بذارید کنار، اکت شب هم کمتر میشه و بازی هم سالمتر و حرفه‌ای‌تر میشه. از اینا بگذاریم، یه چیزی بگم که گیر خونمون به بهار قاسمی اومده پایین و یک گیری باید به این بهار خانم بدیم. ببینم رفقا، کسی میدونه بهار قاسمی چرا شروع برنامه یک کلمه هم حرف نزد؟ دلیلش تجربه منفی که تو پدرخوانه داشت بوده که گفت ادب زن به از بردن اوست، که هزار تا حاشیه و داستان شد براش، یا هنوز یخش باز نشده بوده. من که میگم به خاطر اون داستان نور قرمزه بود واسه اونه، چون گویا قرار بود بره زودیا که روش نور قرمز بندازن، ولی دیده خبری از نور قرمز نیست، ولی تا نور قرمز میاد روش خنده میاد رو لبش و نطقش هم باز میشه. اگه نمیدونی داستان اون بانوی نور قرمزی چیه، قبلا یه ویدیو براش زدیم که اگه ببینی خودت داستان رو متوجه میشی. رفقا یه نکته رو تو این قسمت گفتن که اگه کسی که تفنگدار بهش تیر جنگی داده و همون شب هم شعبده بازی شده باشه، تیر جنگیش تبدیل میشه به مشقی و اگه شلیک نکنه از بازی بیرون نمیره. حالا یه سوالم من تا آخر ویدیو ازتون میپرسم که ببینم چقدر به این سناریو مسلطین و کسایی که ادعاشون میشه این سناریو رو بلدن حتما باید جواب بدن. قشنگا قبلا هم از بازی امیرحسین هاشمی تعریف کرده بودیم، یعنی تو فصل اول از بازی خوب امیرحسین گفته بودیم که بهش مجال بازی کردن نمیدادن، اما تو این قسمت ثابت کرد که واقعا پلیر درست حسابی و به تنهایی کارو جمع میکنه. امیرحسین که اوشن بود تو روز بلایند به مریم مومن تارگت زد که ببینه چند چنده تا به عنوان یار اوشن تو شب اول بیدارش کنه. امیرحسین هاشمی دو بار دست دارایی رو خوند و جدا از تیم اوشنی که درست کرده بود، فکتای جالب و خفنی هم وارد بازی میکرد. یه بار سر اون ماجرای دیسابیلیتی که دارا گفت من دیشب تواناییمو گرفته بودن، امیرحسین گفت از کجا معلوم توانایی فرزاد حسنی گرفته نشده باشه و شاد شده، که این موضوع اتفاقا درستم بود و فقط به ذهن امیرحسین رسید، وگرنه ایده جالبی دارا زده بود، ولی فکرش رو نمی‌کرد که امیرحسین اینجوری دستش رو کنه. یه بار دیگه هم که فردای همون روز به دارا گفت که شب قبل دیس ابیلیتی بودی، پس دیشب نمیتونستن توانایی تو بگیرن، پس چرا با ابیلیتی که داشتی چیزی به بازی اضافه نکردی؟ یا حتی توی ترن دیگه به مشتبه گفت که الان که فرزاد حسنی بیرون رفته برای من سفید شده، برای شما چجوری از اولش سفید بوده؟ خلاصه که دونه دونه مافیا و زودیاکو پیدا کرد، اما نه همینجوری یلخی و شخمی، بلکه با فکت و استدلال‌های درست که بیننده از دیدن بازی مافیا لذت ببره. اینه که گفتم سر و کله امیرعلی نبویان دیگه‌ای تو مافیا پیدا شده و بالاخره شب‌های مافیا زودیاک با تلاشی که برای درست کردن بس پلیر داشت، تونه صاحب یه پلیر درست حسابی با اخلاق بشه. مریم مومنم تو این بازی از بازی‌های قبلش بهتر بود،
اما یک دو تا سوتی هم داشت، مثلا اونجایی که با امیرحسین توی شب به عنوان یار حسین بیدار شد و هماهنگ کرد که فردا با هم تارگت بزنن. بعد فرداش وقتی به بهار قاسمی هم تارگت میزد میگفت که بعدن که برنامه پخش شد متوجه میشی. بهار قاسمی گوش کن، پخش میشه متوجه میشی. خب خواهر من، اینجوری که تو هی اصرار داری که بعدن که برنامه پخش شد متوجه میشی، تابلوی که داری تله میذاری. یه جا دیگه هم که مریم مومن میگفت که دارا سفید بازیه چون ادعا کرده دیسابیلیتی شده و کسی هم ادعایی نداره که دیسابیلیتی شده باشه. خب خواهر من، اگر فرزاد حسنی همون کشته دیشب دیسابیلیتی شده باشه که دقیقاً هم همین اتفاق افتاده بود، از تو اتاق مردگان که نمیتونه ادعا کنه من دیسابیلیتی شده بودم. یه جای دیگه یه سوتی دیگه هم پروفسور مومن داد و گفت به جای اوشن فردا کاراگاه استعلام جواد خواجوی رو بگیره، تکلیف اون مشخص بشه. استاد جدا از اینکه دلی راجع به نقشت زیاد حرف میزنی و تابلو میکنی که کاراگاهی، اگر برفرض جواد خواجوی آل کاپون یعنی رئیس مافیا یا زودیاک بود چجوری میخواست تکلیفت باش معلوم بشه؟ این که میگم نقشت تابلو میشه وقتی زیاد ازش حرف میزنی، اگه به اون شبی که مافیا بهار رو دیسابیلیتی کردن دقت کنید، مشتبه به دارا میگفت که باید مریم مومن رو شعبده بازی کنیم چون کاراگاهه. یعنی رسما مافیا نقششو گرفته بود که همون شب هم اگه دارا به حرف مشتبه گوش میداد دیگه مریم مومن نمیتونست استعلام مشتبه رو بگیره. از دارا نگم براتون که یه جور بدی به هم ریخته بود تو این بازی. اصلا دو شب اول با مشتبهش مشورتی نکرد و سری از اینکه اکت شب بده ماسکشو میذاشت. یه شب هم که مشورت کرد مشتبه میگفت فردا بریزیم رو مهدی مهدی پور، دارا گفت نه من کارو در میارم و بریزیم رو امیرحسین و این حرفا. خلاصه که ریخ رو امیرحسین ولی بد جایی ریخ، یعنی رو کسی ریخ که گان داشت و دنبال مافیا سوم بود. تازه اومد نقش کاراگاهو بلند کنه که یه دفعه روز شد پاشد گفت من با امیرحسین سایت برمیدارم، که نگو کاراگاه هم مریم مومن بود و یار حسینی امیرحسین. بچه‌ها من با امیرحسین هاشمی این دست سایت برمیدارم. جدی می‌فرمایید؟ جدی می‌فرمایید؟ خیلی در کل رفقا پلیرای این قسمت خیلی بهتر از کل قسمت‌های پخش شده زودیاک بودن. یعنی تیمی که چیده شده بود برای این قسمت تیم خوبی بود و پلیرهای مثل امیرحسین هاشمی، مریم مومن، فرزاد حسنی، بهار قاسمی، مشتبه شفیع، علیرضا تلیسچی در کنار هم پلیرهایی بودن که میتونستن بازی خوبی داشته باشن. رفقا یه نگاهی به سانسوری که شد و سانسوری که نشد بکنیم، بعد بریم سراغ بقیه آنالیز بازی. فقط قبلش دیگه لایک و سابسکرایب و زنگوله رو یادآوری نکنم که خودتون میزنید. تا گفتم زنگوله اینو بگم که شاید براتون جمله فرزاد حسنی عجیب بوده باشه. میبینم یه روزی اون زنگوله که رو اون میزه میاد دست. میبینم. باید خدمتتون عرض کنم که زنگوله آقا سعید کلاً سانسور شده. البته تو سکانسایی که سعید فتی روشنو میبینیم زنگولش پشت قوطی واندی مشخصه. حالا اینکه برای چی آورده، مثل اینکه ماجرا از این قرار بوده که سعید فتی روشن میخواسته با اون زنگوله مافیا رو پیدا کنه. البته که ارواح همش، اما اینقدر بقیه شوخی جنسی با اون زنگوله سعید کردن که کلن هرچی سکانس راجب زنگوله بود سانسور شد. ولی یه نمونه گنگش رو که فرزاد حسنی راجبش صحبت میکرد و دیدید که خیلی هم واضح نبود داره چی بود. و رفقا چیزی که سانسور نشد شعر خوندن مشتبه شفیع و فرزاد حسنی بود که به سبک آهنگ علیرضا تلیسچی یه سری چیزها رو تلاوت کردن. و عجیبه که شعر من اوشن بودم و بیدار نمودم تو رو اون شب از دستشون در رفت و سانسور نکردن. من اوشن بودم و بیدار نمودم تو رو اون شب نمودم تو رو اون شب. یعنی مصرع نمودم تو رو اون شب کلن جدا شده از مصرع قبلی و فکر کنم حواس آقای سانسورچی نبوده. خلاصه که آقا سعید فتی روشن با اون همه تردستی و ذهن خونی و شعبده بازی رسمن ریزش موهاش زیاد شد و کلن گن زد. خدایش این بشر اصلا پلیر نبود. یه بارم که چالش گره فرزندام کنه گفت که بهار و دارا با هم گفتن که دیسابیلیتی شدن و وقتی بهار قاسمی دیسلایک داد اون متوجه شد که کلن داره تو در دیوار میزنه و سر جاش نشست و با زنگولهش بازی کرد. اون جلو من بسته نشدم، احتمالا مسیرم و اشتباه رفتم. آقای حیایی هم داره اشاره میکنه من دیشب بسته نشدم. اینم توضیح بدین که شهرفندا بتونه تموم شو. متوجه شو. اتفاقا طبق نظر سنجی که ما برای تو دیوارترین پلیر این قسمت گذاشتیم، سعید فتی روشن با اختلاف تو دیوارترین پلیر این قسمت. بعد از اون قدامات جعب یعنی جواد خواجوی به عنوان تو دیوارترین انتخاب شد که اصلا نمیدونست کجا و چیکار داره میکنه و روز آخر تازه میگفت باید صحبتاتون رو گوش کنم و گیج شدم و این حرفا. یعنی اگه میز این دوتا بنده خدا رو خورد میکردن یه تبر درست میکردن واسه شر مفیدتر بود. بازم خدایش مهدی مهدی پور با اینکه رتبه سوم این نظرسنجی بود اما باز تفنگدار خوبی بود و تفنگهای بجا و به شهروندهای درستی داد. یه چیزی راجع به معیاد اقانی بگم. بنده خدا معیاد اقانی جواد خواجوی و احسان خواجه امیری رو اشتباه کرده بود و با هم یه ترکیبی پررو زده بود.
آقای احسان خاجوی. جواد. آقای جواد خاجوی. ولی منصفانه بگیم مهیا جان با فکت درست مچ مشتبه رو گرفت و بعد از معرفه به مشتبه گفت کاشکی در مورد تارگت قبلیت یعنی دارا حیایی هم حرف می‌زدی. از اونجا ریخ رو مشتبه و ولکنش هم نبود. دار قاسمی هم که یه گوشه آروم نشسته بود و انگار کلاً روزش نبود، اما فکتایی که میآورد فکتای درستی بود. مثل جایی که مشتبه داشت دودیه کمینداخ رو مریم مومن و میگفت خودش گفته دیسابیلیتی بودم پس نتونسته شات کنه. بار بهش گفت مریم مومن که اینقدر پلیر کمهوشی نیست که نتونه شات کنه و صبحش بگه دیشب دیسابیلیتی بودم پس مشتبه تو سوختی و مافیا هستی. متین ستوده هم که تقریبا از اولین مافیایی بود که شو شده بود و کار سختی داشت. البته باید اینم بگم که کلن کار مافیا سخت بود چون واقعا پلیرهای شرق قوی بودن و ترکیب تیم اوشنی یعنی امیرحسین و مریم و بهار ترکیب برنده حساب شد از اول. علیرضا طلیسچی هم به عنوان نقش مستقل بد بازی نکرد و اتفاقا کاری که بیران بند نکرد و تقریبا به خوبی انجام داد. یعنی از ابیلیتی که هر شب میتونه نامه بنویسه به درستی استفاده کرد و با متنی که مینوشت به جذابیت بازی اضافه میکرد. نه مثل علی بیرو که فقط نوشته بود شیطون، زیرش هم یه خط کشیده بود. تو قسمت قبل گفتم علی بیرو اصلا یه سری جواب مسلط نبود به سناریو. توضیح دادم که چرا این حرفو میزدم. اینم بگم که آخرش رفته بود با شهر عکس میگرفت. به قول یکی از مخاطبا اون فکر کرده بود برده و یکی بعد بهش حالی میکرد که با سایدتو نبرده بیا. و اما رسیدیم به سوالی که اول ویدیو گفتم میپرسم و مافیا بازا جواب بدن. آقا اگر مافیا و زودیاک هر دو توی یک شب یک نفر رو شات کنن، یعنی دقیقاً مثل همین قسمتی که زودیاک و مافیا هر دو توی یک شب مهیا دهقانی رو شات کردن، به نظرتون سیو دکتر میتونه باعث نجات اون شخص بشه یا نه؟ یعنی شخصی که دوتا شات روش نشسته توی شب آیا با سیو دکتر توی بازی میمونه یا نه؟ جوابتون رو برامون کامنت کنید تا ببینم نظرتون چیه. خب رفقا مرسی از اینکه تا این لحظه همراهیمون کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و مثل همیشه مراقب زیباییتون باشید و خداحافظ.